در برنامه قبلی در ارتباط با کسانی که خبر جعلی فرار پیمان عارفی رو کار کرده بودن توضیح دادیم و اونا رو افشا کردیم. اما در این برنامه میخواییم در ارتباط با کسانی صحبت کنیم که این خبر جعلی رو اومدن حمایت هم کردن و هنوزم حمایت خودشون رو بر نداشتن. بله، همونطور که میدونید این خبر جعلی نخستین بار از صفحه فیسبوک آقای مهدی اقبال منتشر شد. بعد از اون آقای اسماعیل صحابه مدعی شد که اصلا آقای پیمان عارف عقب برنامه هاشو ریخته برای فرار. پس از اون آقای فؤاد شمس هم اومد و خب دایگه زندانیان سیاسی رو برداشت و گفت زندانیان سیاسی نمیتونن اقامت بگیرن و در وبسایت هایی که متعلق به آقای پور محمدی هست این خبر رو کار کرد. اما چه کسانی اینا رو حمایت کردن؟ در این برنامه ما میخواییم بگیم کسانی که فقط خبر جعلی کار میکنن و خبر دروغ کار میکنن مقصر نیستن. کسانی که اونا رو حتی با زدن یک لایک هم حمایت میکنن اونا هم شریک جرمن و اونها هم مقصرن. حالا در این برنامه ما میخواییم بریم سری به فیسبوک بزنیم ببینیم چه کسانی از این خبر جعلی حمایت کردن و هنوزم حمایتاشون رو بر نداشتن. همکنون رو صفحه مهدی اقبال هستیم. مهدی اقبال توی فیسبوک میتونید بزنید و ببینید. وقتی بیاید پایین چند پست پایین تر، پست اول نه، پست دوم، سوم، چون اولین خبری که در ارتباط با پیمان عارفی کار کرد این خبر بود، دقیقا همین پستشون بود. قصه توتی و بازرگان با یک تفاوت تراژیک بازخوانی شد. پیمان عارفی شب گذشته در راه فرودگاه اهواز ناپدید و احتمالا متواری شده. بله، ایشون مدعی میشه پیمان متواری شده و این مطلب ایشون که برای اولین بار این خبر جعلی منتشر شد، خب ببینیم چه کسانی حمایت کردن. البته خب خیلی ها لایکاشون رو برداشتن. این برنامه دقیقا داره در روز اول ژانویه ساخته میشه و ما همکنون اول ژانویه هستیم، اول ژانویه 2014. خیلی ها لایکاشون رو برداشتن ولی من دیدم 42 تا لایک هنوز نیومدن لایک های خودشون از این پست دروغین که باعث شد جمهوری اسلامی برای حداقل 24 ساعت البته بیشتر هم چیز شد، چون جمهوری اسلامی در یک فشاری بود که بعد خب رهایی پیدا کرد. 42 تا اومدن ایشونو لایک کردن. حالا ببینیم 42 تا کیا هستن. ما روی لایک ها میریم. آقای شاهین زینالی، آقای شاهین زینالی هستن یکیشون، نمیشناسمشون. آقای علی راجابی، ایشون هم نمیشناسم. یه دونه آیدی به نام زن شرقی، نمیشناسم. به هر حال اینا کسایی هستن که لایک کردن. آقای صدرا سامانیان راهبر، آقای صدرا همشون هم میبینی اصلاح طلبن. عکسای آقای موسوی که اینکه اصلا پرچم جمهوری اسلامی هم گذاشته، دستتون هم درد نکنه، این دیگه خیلی جالب بود. این آقای علی بهزادیان نژاد، ایشون باشون همبندی بودم. ایشون از کسانی بودند که در حوزه انتخاباتی آقای میرحسین موسوی فعالیت داشتن و عموشون هم خب جزء نفرات اول کمپین همین آقای موسوی بودن در انتخابات سال 88. آقای خان یه کسی دیگه به نام لیلا لیاقت، احتمالاً یکی همسر آقای رجایی باشن یا نمیشناسم ایشون، ولی عکس آقای رجایی رو هم گذاشتم. به هر حال اینا باید بدونید که چه کسانی هنوز این حمایت‌هاشون رو بر نداشتن و خیلی جالبه. محمد حسین کاظمیان زاده، یه حسنی، سعید محمد رضا، بله آیدی هاشون رو میتونید ببینید قشنگ. من روشون میرم که شما بیشترم بتونید ببینید. اینم یه آیدی دیگه به نام پیام، بله امید پور محمدی، یکی از بچه‌هایی بود که ماما یه مدت کوتاهی هم در زندان بود و می‌بینید خیلی راحت عکس‌های کروبی هم گذاشتن، اومدن لایک هم زدن. مهم من براشون نیست اصلا هیچ چیزی، خبر دروغ باشه نباشه، بعضیا کلا شاید ماشین لایک باشن، شاید هم این دوستمون مثلا منظوری نداشته اومده لایک زده، ولی خب ماشین لایکن، هر چیزی رو خیراتی لایک میدن، خیلی جالبه. اینم آیدی دیگه‌ایه به نام سارا، اینم آیدی دیگه به نام مرتضی سیمیاری، بهرام ابوالفاتحی، ایرانی امی یه آیدی دیگه است، رامتین غفاری، ایشون هم یکی از دوستان چپمونن، چپ هوادار اصلاح طلبا هستن که دستشون هم درد نکنه، اومدن
لایک زدن. رامتین جان از شما ما دیگه توقع به این شکل نداشتیم که این خبر دروغ رو بیای لایک بزنید. به هر روی علی آزادان آیدی دیگه‌ایه، بهروز شاهرخیان اینم یه آیدی دیگری است که دارید می‌بینید، یا پرچم یا حسین و میر حسین. و به هر حال خیلی جالبه، یعنی براشون واقعا اصلا مهم نبوده خبر جعلیه. آیدی دیگه‌ای به نام عباس، جالبه اینم آیدی دیگه‌ایه به نام سامان وطن شناس. آقای وطن شناس دستتون درد نکنه. یکی دیگه به نام هادی باقری، ایشون هم یه مدتی با ما زندان بود و بله از عکسام خب مشخصه میبینید دیگه، بحثی نیست. محمد امین صالحی، بله. امیر حسین رحیمی مالک، بله. به 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 آقای سعید پورهیدر، ایشون هم یکی از اون چهرهای جالبیه. من یک لحظه روی آیدی ایشون میریم ببینیم، من فقط ایشون رو به شما معرفی کنم. خب یه لحظه رو آیدی ایشون هم ما رفتیم، من فقط ایشون رو به شما معرفی کنم. جالبه آقای سعید پورهیدر یکی از این کساییه که حالا ملی مذهبی و فکرم میکنه خیلی میفهمه و خب یکی از این زندانی هست. و جالب اینه که انقدر کثافتکاری توی ترکیه به بار آوردن که حالا بحث مسئله شخصی اینجا نیست، ولی این چهره رو بشناسید. اگر روزی فرصت شد در مورد این چهره شاید من یه سری صحبت ها رو بکنم. ولی خیلی جالبه آقای سعید پورهیدر، شما که خبرنگار هستید و بله میبینید شما که خبرنگار هستید آقای سعید پورهیدر، خبرهای جعلی اصلاح طلبا رو میرید لایک میزنید و بعد از این همه روزم هم که رسوایی به پا شده لایکتون هم ور نداشتید. به راستی خوبه که چهره هاتون رو اینجوری ما به نشون بدیم، حداقل مردم شما رو بشناسن. خب بگذاریم. آقای حمید سامعی، مرسد شریفی، محمد یوسفی، این آدم هم جالبه، یکی از اون اصلاح دانشجویان اصلاح طلبیست که من یادم در زندان پامنبر اصلاح طلبا بود و یکی دو بارم حتی بیادبی کرد به عقاید من، خجالت آور آقای محمد یوسفی. یادم یه شوخی با من ایشون کردن در زندان و یه توهینی به شخص شاهزاده کردن، ولی آقای محمد یوسفی به جای توهین کردن دیگه داره معرفت یاد بگیرید و اخبار دروغ و لایک نزنید، حمایت نکنید. رامین نعمتی شخص دیگری است. احسان، بله اینم یه آیدی دیگه، احسان قلمچی، لایک میدن دیگه، همینجوری کیلوییه. جواد توکلی، بله میبینید با آیدیشون رفتم. خانم ژیلا بنی یعقوب، این خیلی جالبه، خانم ژیلا بنی یعقوب اینم جالبه. و خب میشناسید همسر آقای عمویی هستن و در این چند سال هم سکوت کرده بودن در مورد پیمان. همون شب که این اتفاق برای پیمان اینا افتاد یه مقاله ای نوشتن و خب من فکر میکنم این مقاله به خاطر رفع مسئولیتی بوده. و تا میبینید زمانی که یک خبر دروغی علیه پیمان منتشر میشه، بدو بدو رفتن لایکشون رو دادن و هنوز هم لایکه رو بر نداشتن. خیلی جالبه واقعا. خانم ژیلا بنی یعقوب آخر خبرنگار هستید که اخبار جدید لایک میزنید و لایکتون هم بعد بر نمیدارید. بگذاریم. عرفان صافی پور، یا آیدی دیگه به نام آرزو بهار، عاطفه نبوی، مهسا نصراللهی، بله یا آیدی دیگه به نام مهدیه گلروغ. ای بابا خانم مهدیه گلروغ، شما که نمیدونم واقعا موندم چی بگم، واقعا موندم که اخبار دروغ رو مثل آب خوردن لایک کردن این دوستان. آقای امیر باقری، بله. سعید نور محمدی یکی از اعضای حزب مشارکته و خب نمیدید بالاخره باید بیاد هم حزبی خودشو حتی اگه خبر دروغ لایک کنه، ایشون حالا بهشون حق میدیم. یاسر مروتپور یکی از این بچه‌ای بوده که یه مدتی هم زندانی بود و خیلی جالبه ایشون هم رفتن لایک کردن. دستتون درد نکنه آقای مروتپور، به راستی اخبار درست رفتی لایک کردی، خجالت هم که هیچ. مهدی کامرانی هم من بهتون بگم یکی از این بچه‌هایی که برادرش هم زندان بود، بچه‌ای بدی هم نبودن، ولی خب ایشون دلباخته اصلاح طلباست دیگه، بالاخره اصلاح طلبا یه خبر دروغ بنویسن ایشون بعد بگه برن جلو و لایکشون رو بدن، هیچ مشکلی هم نداره. بله آیدی دیگه هم به نام سارا،
به به آقای فؤاد شمس که بله ایشون هم که یکی از کمونیستای هوادار اصلاح طلبا و جمهوری اسلامی در خیلی جواب این و اینم آیدیشه اینم قیافشه و علی خودش شبیه مارکس هم درست کرد و خیلی دیگه مارکس هوادار جمهوری اسلامی و خیلی جالبه در وبسایتی هم کار میکنن که از آقای پور محمدی حقوقش رو دریافت میکنن حمایتشون. حالا اینجا خودشون میشه فقط چند روز صبر کنید، صبری که من نکردم و شما مرا با اون توصیه کردید. 70 لایک دوباره خورده و جالب آقای علی تاجنی هم اومده میتی جان مهربانی و دلسوزیت مثال زدنی است و در جریان تلاش هایت بودم. دیگران اگر منصف باشن علت عصبانیت و تعجیل تو رو درک میکنن. منصف، این بحث منصف بودن آقای تاجنی در اینجا برای من یه خود جالب هست، به خاطر اینکه نمیفهمم در عرض 24 ساعت پیمان عارفی که صاحب مصیبت رو یک آدم تروریستش کردی آقای مهدی اقبال و فلان، حالا آقای تاجنی ها میخوان که ما منصف باشیم. میگم بحث آقای مهدی اقبال در این برنامه نیست، ولی حامیان ایشون که اومدن هنوز هم دارن حمایت میکنن، اینا برای من خیلی جالبن. این برنامه رو که دیدی در اول ژانویه ساخته شده و حتی فیسبوکشون هم در اول ژانویه ما رفتیم بررسی کردیم و پس از این همه روز شما دیدید که اینا لایکاشون رو برنداشتن، کامنتاشون رو برنداشتن و هنوز یعنی حداقل بیان یه معذرت‌خواهی درست حسابی بکنن و این حمایت‌های این چنینی به راستی شرم‌آوره. حساسیت این برنامه روی خبر جعلی فرار پیمان عارفی تنها بابت اینه که این خبر جعلی باعث شد 24 سال و پس از اون البته پس زمینه هاش هم به وجود اومد که اون فضایی که علیه جمهوری اسلامی مهیا شده بود خونسا بشه. برای همین این برنامه ها رو ما میسازیم تا دفعه دیگه ای اگر همچین اخبار مشابهی به درد پیدا کرد یا همچین موقعیت مشابهی رو ما توش قرار گرفتیم، برخی ها نتونن با زدن یک استاتوس و یه سری ها با 40-50 تا لایک و اینا بتوانن کلا موضوع خبر رو عوض بکنن و جمهوری اسلامی رو از دید یک فشار رسانه‌ای نجات بدن.